با درود خدمت شما دوستان، یاران، هموطنان، همزبانان عزیز، امیدوارم حالتون خوب باشه و خیلی ممنون از اینکه به ما اعتماد کردید و این برنامه رو برای تماشا کردن انتخاب کردید. امیدوارم ما هم بتونیم به نحو احسن جواب اعتماد شما رو بدیم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستان عزیز و خیلی خوشحالم که یه بار دیگه مهمون خونه های شما هستیم. خب سارا جان، میشه بگی امروز برنامه ما چیه؟ اصلا موضوع درباره چی هست امروز؟ امروز پترو بگم خیلی هیجان زدم از صبح به خاطر اینکه میدونستم قراره که کی بیاد اینجا. یه مهمون خیلی عزیز داریم که من خودم شخصا خیلی بهشون ارادت دارم و اینکه منم فکر میکنم میشناسمش. دقیقاً. و جدا از اون قراره در مورد یه موضوع خیلی هیجانی تر صحبت بکنیم. در زبون شاید این موضوعی که میخوایم در موردش بحث بکنیم خیلی راحت باشه، ولی وقتی که به عمل میرسه جزو سخت‌ترین چیزها هست که قراره امروز در موردش صحبت بکنیم. و این چیزی نیست جز بحث شیرین بخشش. بخشش با ما باشید. خب امروز قراره در مورد بخشش صحبت بکنیم. اصلا میخوایم بدونیم پترو چرا باید ببخشیم، چرا باید بخشوده بشیم و اگر میبخشیم چه تأثیری روی زندگیمون داره. من داشتم یه جایی میخوندم که بخشیدن تأثیر مستقیم رو سلامت جسم انسان هم میتونه داشته باشه. یه روانپزشکی میگفت که وقتی که شما میبخشین کمردردتون خوب میشه، وقتی شما یکی رو میبخشین راحت میشین، احساس آرامش میکنین، شبا میتونین خوب بخوابین، صبحم سر حال بیدار شین. ببین چقدر تاثیر داره این بخشش روی سلامت انسان. درست، انگار که آدم خودش آزاد میشه، ولی یه واقعیت هست که انقدر این بخشش سنگینه و یه کار سختی هست. وقتی که یه نفر در چالش بخشش میفته، بخشش و انتقام، بخشش یا کینه و نفرت قرار میگیره، نمیتونه با اون خودشو انگار به راحتی نمیتونه خودشو جدا بکنه از این قضیه. خب همینطور که شما اول برنامه گفتین اسمش آسونه، بخشش، بخشیدن، ولی عملش خیلی سخته. ببین وقتی که ما با یکی کینه توزی داریم، یکی دشمنی داریم، یه رابطه ما به هم خورده، این شخص صبح تا شب بالا سر ما وایساده. یعنی ما میریم بیرون خرید اینجاست، میخوایم بخوابیم اینجاست، میخوایم یه کاری بکنیم، بریم ورزش، بریم هر کاری میخوایم بکنیم، اون شخص با ما هستش. ولی وقتی که میبخشیمش اون آزاد میشه، اون از بالا سر ما میره و ما احساس آرامش میکنیم. درسته. پس خیلی مهمه، چون حتی تو کلام خدا اگه تو دعای ربانی توجه کرده باشین، عیسی مسیح میگه که ببخشید تا بخشیده شوید. یعنی میگه خدایا ما رو ببخش تا ما هم بتونیم قرضدارای خودمون رو ببخشیم. رابطه مستقیم داره تو همه چی بخشیدن. اصلا جالبه که پایه و اساس باور مسیحی بر اساس بخششه، همونطوری که مسیح روی صلیب بود و خودش بخشید. حتی اونجا گفت که اینایی که دارن منو مصلوب میکنن خدایا ببخششون، چون نمیدونن دارن چه کار میکنن. درسته. پترو تا حالا برای خودت پیش اومده که بخوای تو این چی میگن جدال انتقام و بخشش، یا اینکه چون مرز بین انتقام و بخشش خیلی یه مرز خیلی باریکه که اگر مواظب نباشی ممکنه که دفعه از اون طرف بیفتی. تا حالا برای خودت اتفاق افتاده که بخوای ببخشی یا اینکه تو اوج نفرت و انتقام باشی ولی ندونی که بعد چی کار بکنی؟ من دقیقاً یادم وقتی که به عیسی مسیح ایمان آوردم و قلب و زندگیمو دادم به دست عیسی مسیح، اولین تصمیم و اولین قدمی که گرفتم، رفتم با اونایی که مشکل داشتم، خودم رفتم پیش قدم شدم. اول گفتم اگه شما از من چیزی دیدین ببخشید، من هم شما رو متقابلا میبخشم. و این خیلی تجربه شیرینی بود، چون اون طرف دو نفر بودن. دقیقاً یادم. خب باید قدمو برداشت دیگه. وقتی که روح القدس کمکت کنه و عیسی مسیح پشتت باشه، میتونی این کارا رو به آسونی بکنی. دقیقاً. میخوام بهتون بگم که بخشش پتکی برای کوبیدن طرف نیست، یا اینکه برای فخر فروشی که اگر یه نفر رو ما میبخشیم بهش بگیم نگاه کن من تو رو بخشیدم یا یه چیزی رو یاد بگیر. ولی به نظر من بخشش یه میانبری برای گذشته، برای کنار گذاشتن گذشته ها و یه راه جدیدی به سوی آینده که فکر میکنم همه ما اگر اینو بتونیم توی خودمون پرورش بدیم. دقیقاً پرورش بدیم، فکر میکنم خیلی و تمرین کنیم، چون تمرین کردنم میخواد. بخشیدن کار آسونی نیست که ما امروز یکی بزنه تو صورتمون بعد بگیم اوکی بخشیدم تو تموم شد. نه، باید تمرین کنیم این قدم ایمان رو برداریم. من یادم یه واقعیتی رو داشتم، یه داستان واقعی رو داشتم میدیدم. یه نفری بود، قاتل سریالی بود، 40 زن و دختر رو کشته بود. اینقدر آدم کشته بود که اصلا یادش نبود، یعنی میومدن دربارشون صحبت میکردن، این میگفت من یادم نیست کدوم یکیشه. بعد این اقوام، این بستگان، این مقتولین تو دادگاه حضور پیدا کرده بودن و هر کی داشت نظر خودشو درباره قاتل میگفت. یکی میگفت بعد اینو اعدام کنین، یکی میگفت بعد دستشو قطع کنین، یکی میگفت بعد کورش کنین و خیلی چیزای بعد. پدر یکی از این مقتولین که مسیحی هم بود اومد جلو قاضی وایستاد و به اون طرف گفت شما درسته این همه آدم رو کشتید، ولی من به عنوان یه مسیحی
شما رو میبخشم. و جالب اینجاست که این آدم، این قاتل وقتی که در این حرف رو گوش کرد شروع کرد به گریه کردن. یعنی اون 39 نفر هرچی که گفته بودن این فقط نگاهشون میکرد، ولی این آقایی که گفت من تو رو میبخشم چون مسیح هستم و باید ببخشمت، این آقا شروع کرد گریه کردن و خیلی جالب بود. من تحت تاثیر قرار گرفتم. واقعا جالب بود. قدرت بخشش خیلی بیشتر از قدرت انتقامه. درسته. بعد بگم که امروزم قراره با مهمون عزیزمون در مورد بخشش بیشتر صحبت بکنیم، پس با ما باشیم، برمیگردیم. حتما در تعالیم عیسی مسیح برخورد کردید به اون مطلب بسیار عجیبی که در ارتباط با موضوع بخشیدن به پتروس میگه. پتروس روزی میاد به حضور مسیح و میگه که ای مسیح، آیا 7 مرتبه برادرم، دوستم، کسی که به من اشتباهی کرده را ببخشم کافیه؟ و منتظر بود که عیسی مسیح بگه آره کافیه. اما عیسی مسیح برگشت گفت نه 7 مرتبه، بلکه 70 مرتبه 7 بار باید ببخشی، یعنی 490 مرتبه. خداوند چرا اینقدر زیاد؟ چرا باید اینقدر زیاد ببخشیم دیگران رو؟ این شخص که 490 مرتبه ببخشی لازم داره که بخشیده بشه، این دیگه درست شدنی نیست. مسیح میگه که موضوع بخشیدن اصلا ربطی به اون شخص نداره، موضوع بخشیدن اتفاقا مربوط به شماست. شما اگر همین امروز تصمیم بگیرید همه چیزهایی رو که با دست راستتون انجام دادید رو، یعنی دست راستتون رو ببندید و هیچ استفاده نکنید و تمام اون کارها رو همین امروز با دست چپ انجام بدید، حالا غذا خوردن، کار کردن، هر چی که هست، شما احتیاج دارید حداقل 1000 مرتبه یک کاری رو با این دست چپ انجام بدید تا عادت کنید. ساده نیست. برای همینه که مسیح میگه اگه میخوای بخشنده باشی، گناه دیگران رو ببخشی، باید تمرین کنی، باید اینقدر ببخشی تا بخشیدن جا بیفته در درون شما. آمین. بخشش چیست و کلام خدا درباره بخشش چه میگوید؟ برای بخشیدن چه قدم هایی باید برداشته شود؟ در جدال بین بخشش و انتقام چه باید کرد؟ چگونه میتوان کسانی را که بدی میکنند بخشید؟ از عزیزانی که تازه به ما ملحق شدن باید بگم که امروز قراره در مورد بخشش صحبت بکنیم و تمام منابع و مطالبی که توی این برنامه برای شما تهیه کردیم همه از وبسایت گرانبها.com گرفته شده که من و پترو جان فقط تلاشمونه که یه قسمت کوچیکی از اونا رو به شما بگیم و بقیه دیگه ریش و قیچی دست شما میرین و این وبسایت رو نگاه میکنین. خیلی چیزای جالبی هست، مثلا همین درباره این بخشش که داشتم میخوندم تو مجله استرش بود، یادم نیست کدوم شماره، ولی زندگی جویس مایر، یکی از واعظین و خادمین خدا رو نوشته بود که ایشون یه خانومی هستش که اتفاقا خیلی هم طرفدار داره و وقتی که موعظه میکنه یه جایی 12,000 نفر 13,000 نفر آدم میره و اون سالن رو پر میکنه. من خودم دیدم از تلویزیون موعظه ایشون رو. این زندگیشو داشت تعریف میکرد. این وقتی که بچه بوده مورد تعرض قرار میگیره، یعنی آزار اذیت جنسی قرار میگیره، اونم از طرف کی؟ از طرف عزیزترین کسش، یعنی پدرش متاسفانه این کارو میکرده باهاش. ولی نوشته بود که من وقتی که به مسیح ایمان آوردم و فهمیدم که بخشیدن اصلا بنای مسیحیت رو بخشیدن و محبت هستش، تصمیم گرفتم که پدر خودم رو ببخشم. و اینقدر این کار واسهش سخت بود، خب شما حساب کنین چه آزاری کشیده این بیچاره. درسته. وقتی که بچه بوده و هیچ موقع یادش نرفته بود تا اینکه به مسیح ایمان آورده بود. جالبه، منم این مقاله رو خوندم و تیتر این مقاله انقدر جالب بود که نوشته بود محبت و بخشش خدا رایگانه، پس چرا ما نبخشیم، چرا ما محبت نکنیم به صورت رایگان به همه. و این فکر کنم بزرگترین چیزیه که ما باید همیشه سر لوحه خودمون قرار بدیم. حالا جالبه که ایشون پدرشون رو بخشیدن، یه کاری کردن که پدرشون هم با مسیح آشنا شدن و ایمان آوردن و حتی تا جایی که خودش پدر خودش رو تعمید آب داده بود. درسته.
منم یه سری مقالات پیدا کردم از برادر خوبمون کشیش رافی شاوردیان که ایشون خیلی قشنگ، یعنی من طرز نوشتاری ایشون رو خیلی دوست دارم و یه مقاله جالب کلا ایشون رو دوست دارم نه فقط طرز نوشتاری و ایشون در برای عید نوروز یه سری مقالات نوشته بودن که یکیش خیلی نظر منو جلب کرد. من میخوام یه خط از اونو بخونم برای بینندگان عزیزمون. جالب. و این بود که دیروز و امروز روزهای گذشته هستند، اما فردای ما یک ابدیت جاوید است. پس در این خانه تکانی گذشته تاریک و تلخ را از قلب و وجودمان پاک بکنیم تا بوی بهار بدهیم و بهاری زیست بکنیم. پس یاد بگیریم که ببخشیم، گذشتمون رو پاک بکنیم با بخشش، و این فکر کنم بزرگترین چیز هست که و بزرگترین هدیه‌ایه که خدا به ما داده. یعنی ایشون میخواد بگه نه فقط ما باید دیگران رو ببخشیم، بلکه ما باید خودمون رو هم ببخشیم. درسته. وقتی که خدا این وعده رو داده که اگه توبه کنیم و به عیسی مسیح ایمان بیاریم تمام گذشته ما رو فراموش میکنه و میبخشه، پس چرا خودمون نباید خودمون رو ببخشیم؟ درسته. ما باید خودمون رو ببخشیم تا بتونیم دیگران رو هم ببخشیم. درسته، بخشوده بشیم. یعنی گذشتمون رو فراموش کنیم، دیگه نریم دنبال گذشته، کنکاش کنیم ببینیم ما چیکار کردیم. یکی از کارهایی که شیطان همیشه ایماندارو اذیت میکنه اینه که گذشتهشو به یادش میاره. درسته. وقتی که ما توبه کردیم گذشته درگذشت، ما باید با امید به عیسی مسیح به آینده بنگریم و قدم‌های ایمانمون رو یکی پس از دیگری طی کنیم تا به اونی که خدا میخواد برسیم. درسته. پترو نمیدونم یادت هست یا نه، توی سریال زیر ذره بینم یه موضوعی بود در مورد بخشش که شما هم خودت بازی کردی که جالبه. یه قسمتی از سریال زیر ذره بینم در مورد بخششه که اون هم میتونید به صورت منظم توی وبسایت گرانبها.com توی قسمت ویدیوها اونو پیدا بکنیم. خب سارا جان، فکر کنم الان وقتش رسیده که بینندگان عزیزمون رو بیشتر از این معطل نکنیم و بریم به سراغ مهمون گرامی این برنامه. درسته. که هم خودش در زندگی شخصی خودش تجربه بخشیدن رو داشته و همین که اخیراً یک فیلم رو بازی کرده اصلا که در رابطه با بخشش و بخشیدگی و اینجور چیزاست. اما پترو جان، قبل از اینکه بریم با مهمون برنامه‌مون صحبت بکنیم، بهتره که یه تریلر کوتاه از این فیلمو ببینیم که اسمش هم فرجام هست. جایی نرین، برمیگردیم. ما شده بود عمل چطور شد؟ آره، ما شده جون یکی نجات بدی دوباره. بله، با کمک خدا. بابا جون، یکی از مسافرا خیلی علاقمند شد و شروع کرد سوال پرسیدن درباره مسیحیت. اون روز بار اولی بود که مجیدو میدیدم. از همون اول احساس خوبی نسبت بهش نداشتم. سلام آقا مجید. جالبی روزه نیست فرمون اتنگاهات. حاج آقا، وقتی این مأموریت به من داده شد هیچ اطلاعی نداشتم که قراره کسی کشته بشه. ای کاش میشد با فشار یه دکمه همه چیزو حل کرد و آزاد شد. بازم مربوط به پدرته؟ منو نمیشناسی؟ من همونیم که برای 30 سال منو بی پدر گذاشتی. خب دوستان عزیز، همونطور که بهتون قول داده بودیم در خدمت دوست عزیزمون آندره هوفسپیان هستیم. آندره جان مرسی از اینکه دعوت ما رو قبول کردیم و به برنامه ما اومدید. خیلی خوش اومدید و این استودیو ما رو منور کردید. مرسی بابا. منم خیلی خوشحال هستم که در این ست زیبا در این برنامه خوب با شما هستم. من اکثر مواقع پشت دوربین هستم، پشت یکی از این دوربین‌ها و چهره زیبای شما رو فیلمبرداری می‌کنم.
و امروز هم خیلی خوشحال هستم که در برنامه‌تونم. مرسی آندره جان. همونطور که میدونی امروز ما قراره در مورد بخشش صحبت بکنیم و قبل از اینکه شما بیایید ما داشتیم با بینندگان عزیزمون قسمت کوتاهی از این فیلم فرجامو میدیدیم که شما اصلا اونجا دیگه گل کاشتی، گل کاشتی. مرسی. همه من فقط میدیدم که بعد از سینما که اومده بودم بیرون همه دستمال در دستشون بود و اشک می‌ریختن. واقعا خیلی یعنی بازی شما اونجا میدرخشید و خودتون مرسی. که بیشتر داشتیم با بینندگان عزیز اونو میدیدیم و اینکه میخوایم یه ذره بیشتر با شما در مورد بخشش صحبت بکنیم که موضوع امروز ما هست و اینکه بیشتر از خودتون اول برای ما توضیح بدیم برامون صحبت بکنیم و بینندگان عزیزمون متشکرم. بله فیلم فرجام که برادرم جوزف افسپیان کارگردانی و نویسندگیش رو کرده بر طبق داستانهای واقعی که در ایران اتفاق افتاد بوده، البته یک داستان واقعی فقط نبوده بلکه برگرفته از چندین داستانهای واقعی بوده و پس فقط داستان پدرتون نبوده؟ نه. چون خیلی سوال میپرسیدن که داستان پدرتون هست پس فقط داستان نه. پدرتون فقط داستان نبوده؟ فقط داستان پدرم نبود. درسته. بله مستند فریادی از ایران اون داستان پدرم آه. هست و همچنین شهدای مسیح دیگه، ولی درسته. فیلم فرجام برگرفته از داستانهای مختلف هست و واقعا این پیغام زیبای بخشش درش هست و همونطور که گفتی بله من خودم خب وقتی 10 سالم بود پدرم با ضربات چاقو 26 مرتبه اگه اشتباه نکنم در قلبش کشته شد در ایران به خاطر ایمانی که داشت به مسیح و به هر حال خب بعد از اون همونطور که میدونین دیگه میتونین تصور بکنین خیلی خیلی سخت بود برای من. 3 روز بعد از تولد 10 سالگی من بود که این اتفاق افتاد. پس آخرین عکسی هم که من داشتم با پدرم بادکنکم پشت سر هست و خلاصه میخوام بگم حالا من 31 سالم هست پس در این 21 سال هر بار تولد من میرسه یا وقتی که من عروسی کردم یا اینطور چیزایی بزرگ که اتفاق افتاد توی زندگیم خب همیشه من یادآور این مسئله می بودم. یعنی غیبت پدرتون رو احساس میکنید؟ دقیقا احساس میکنم. حتی در حین فیلم برداری همین فیلم فرجام هم خیلی و فریادی از ایران که مستندش رو درست میکردیم و برادرم خیلی احساساتی شدیم و یاد اون دوران افتادیم. پس میخوام بگم که این مسئله بخشش واقعا خیلی نزدیک به قلب من چون چیزی نبود که من بگم 21 سال پیش من بخشیدم و دیگه تموم شد، بلکه یک چیزیه که هر روز میتونم بگم یا هفتگی باید هی ببخشم اون دشمنانی رو که اتفاقا میخواستم اون رو جان ببخشید. میخواستم ازتون بپرسم در مورد تجربیات شخصیتون در مورد جدال انتقام و بخشش چون شما زندگی شخصیتون همونطور که الان گفتین توی دوره خیلی سخت بودین به خاطر از دست دادن پدرتون و بخشیدین اون کسایی که به پدرتون این کارو کردن. برای بینندگان عزیزمون و همینطور برای خود من جای سواله که چطوری امکانش هست که پدرتون رو از دست دادین و در اوج انتقام هستین ولی با این همه شاید انتقام و نفرتی که توی وجود شما هست و تونستین این رو ببخشید. اون رو برای ما اگر یه ذره توضیح بدین. حتما. یکی از سوالهایی که خیلی در واقع پرسیده میشه ازمون بعد از این اکران فیلم فرجام خیلی این سوال رو پرسیدن جاله. اینه که بعضی ها فکر میکنن که در مسیحیت وقتی که ما میگیم ما باید ببخشیم دشمنان رو یا وقتی میبخشیم دشمنان رو با فشار یک دکمه هست و توی همین تریلری هم که نشون دادین اون لاین هست اون جمله گفته میشه که میگه ای کاش میشد با فشار یک دکمه همه مشکلات حل میشد و آره گذشته رو دیگه فراموش میشد، ولی اینطوری نیست. در حقیقت ما میبینیم که در کلام خدا هم در متا باب 18 میبینیم که پتروس میاد و از عیسی مسیح میپرسه خب من اگر برادرم نسبت به من گناهی میکنه چند بار باید ببخشمش؟ 7 بار. خب اون موقع 7 عدد کامل بود و مثل 10 ماهی که میگیم 10 بار ببخشیم و عیسی مسیح میگه نه 7 بار که هیچی بلکه 70 مرتبه 7 بار. که بازم به زبان عامیانه ما اگه عیسی مسیح توی ایران بود و پتروس توی ایران اینو ازش میپرسید میگفت 10 بار که هیچ 1000 بار. پس این نباید حالا بریم اونایی یعنی بی‌نهایت آره. بی‌نهایت باید ببخشیم و با بخشش من فکر میکنم چند تا چیز هست که واقعا دست به دست هم میره جلو. یکیش اطاعت کردن از کلام خدا هست و توکل کردن به عیسی مسیح. ما خیلی از وقتا فکر میکنیم که با نبخشیدن ما میخوایم
داوری رو خودمون انجام بدیم و عدالت رو خودمون برپا بکنیم، ولی کلام خدا میگه که خداوند داور عادل هست و از ما خیلی عادل تر هست و حتی جزا و پاداشی هم که میده از استانداردهای انسانی ما خیلی بیشتر هست. پس چقدر شما با بخشش میسپارینش به خدا، در واقع خودتون رو آزاد میکنید و اون کسی رو که نسبت بهش شما کینه دارید یا کاری درباره شما انجام داده میسپارینش به خدا تا خدا هر جوری که صلاح میدونه انجام بده. دقیقاً همینطوره و با این کار کردن ما خودمون از اون زندانی که واسه خودمون درست کردیم آزاد میشیم ازش. و این رو من هم تو زندگی خانواده خودم دیدم، هم تو زندگی دوستان و دیگران که دیدم وقتی که درشون این کینه توزی و حس انتقام و دلگیری بوده، واقعا اصلا یه جوریه که حتی نمیتونی برکتهای خداوند رو هم دریافت ببینی یا دریافت بکنی، ولی وقتی که میبخشی مثل این که اصلا یک آسمون باز میشه واسد و از اون زندان آزاد میشیم. درسته. و الگوی ما عیسی مسیح است، میدونید مخصوصا اگر به عنوان یک پیرو به عیسی مسیح هستیم، الگوی ما عیسی مسیحه. امروزه متاسفانه الگوی خیلی از جوانان سلبریتی ها و این اشخاص نمیدونم بازیگرا و هنرپیشه هایی هستن، آره، که وقتی توی زندگیشون میری متاسفانه میبینی خیلی در به داغونه، ولی هنوز الگوی ما هستن. چرا؟ چون که خیلی جذاب و در اون پکیجی که هستن خیلی جذاب دیده میشه، ولی الگوی ما که عیسی مسیح هست، میبینیم که عیسی مسیح، میخونیم در لوقا باب 23 آیه 34 که روی صلیب عیسی مسیح در اون اوج درد و در اون اوج زحمت و فشار که بود، میگه خداوند اینان را ببخش و نمیدونن چه میکنن. پس دیگه من فکر کنم اگر اون استاندارد ما باشه، ما هیچ نمیتونیم هیچ شرطی بذاریم که بگیم مثلا این چیزی که به من اتفاق افتاده این دیگه بخشودنی نیست یا بخشیدنی نیست. خب این مستلزم زمان هست، یعنی شما نمیتونی اگه کسی امروز زد تو صورت شما بگید اوکی من همین الان بخشیدمت، بیا ما با هم دوست باشیم و اینا. این زمان میبره تا شما تمرین کنین این رو بتونین ببخشینش و واقعا ببخشینش و آزاد بشین ازش. درسته. در مسیحیت برخلاف دینا و ادیان و عقاید دیگر، در مسیحیت بخشش رو برای ما پیش میاره، ولی مثلا در دینای دیگه در قدیم یا در الان هم هست که چشم در مقابل چشم یا گوش در مقابل گوش، دندان در مقابل دندان، یعنی اگه یکی زد تو گوشت باید تو هم بزنی تو گوشش، دو تا بزنی. ولی فرق مسیحیت با بقیه دینها اینه که شما باید ببخشید و عیسی مسیح یعنی خیلی واضح به ما میگه در متی 6:14-15 میگه خداوند فقط به شرطی شما رو میبخشه که شما هم آنانی را که به شما بدی کردن ببخشید. اصلا میگه جواب از این واضح‌تر نمیشه. جواب دعایی رو که میخوای بگیری یکی از شرطاش اینه که ببخشی دیگران، یعنی از کسی کینه‌ای نداشته باشی. یا اگه میخوای تو عشای ربانی هم شرکت کنی بعد بری ببخشی، یا اگه کسی از تو کینه‌ای داره یا تو از کسی کینه‌ای داری بعد مسئله رو بین خودتون حل کنید. درسته. بعد تو اون عشا شرکت کنید. اینقدر مهمه و تو مسیحیت بهش تاکید شده. چیزی که من میخوام تاکید بکنم روش که گفتم واقعا این سه تا با هم دیگه در یک پکیج هستن، اطاعت کردن، توکل کردن و بخشش، اون قسمت اطاعت کلام خدا هست. این کاری بود که مادر من انجام داد 21 سال پیش. از درون نمیخواست دشمنانش رو ببخشه وقتی که این اتفاق افتاد، ولی یک خواهری بهش گفت که خواهر دعا بکن و کلام خدا میگه که باید دعا بکنی حتی برای دشمنانت، و اون اطاعت کرد از این کلام و شروع کرد که دعا بکن، شروع کرد به دعا کردن. اوایل فقط میگفت که فقط لبش تکون میخورد و از درون قلبش نمیومد این دعاها، نمیجوشید، ولی بعدها خداوند این معجزه رو کرد و به خاطر اطاعتی که مادر من انجام داد از کلام خدا، امروز تمام خانوادگی در خدمت خداوند هستیم. و میخوام بگم که یک انتخاب که ما میکنیم که مادر من کرد 21 سال پیش، امروز میوه های روحانی خیلی زیادی میبینیم از اون انتخاب. درسته. جالبه که فکر کنم شما الان جواب یکی از دوستان عزیزمون رو دادین. من توی فیسبوک یه نفر برای ما یه کامنتی گذاشته بود که ازمون پرسیده بودن برای بخشش چه قدم هایی باید برداشته بشه، و الان شما دقیقا اینو جواب دادین. بینندگان عزیز، کسی که برامون اون کامنت رو گذاشته، من نمیتونم اسمشون رو بگم، ولی فکر کنم الان شما به قشنگی این رو گفتین که باید اطاعت کرد و دعا باید کرد. واقعا بخشش یک طرز زندگی است، یا به انگلیسی کلمه قشنگی است میگن لایف استایل. آره، لایف استایل باید
یک لایف استایل بخششی باشه، یک لایف استایل یا یک سبک زندگی که عیسی مسیح هم همون سبک زندگی رو داشت، زندگی روزمره. دقیقاً یعنی یک چیزی باشه که ما حتی خودمون رو به این عادت بدیم. همونطور که گفتم بعضی وقتا خب از درون شاید نمیاد، ولی ما بعد ببخشیم. مثلا این برادر من استقلالی، من پرسپولیسی، ولی من میبخشم ایشون رو. ما همیشه میبخشیم. ببخشیم دیگه، چهار تا بالاخره. من هر روز ایشون رو میبخشم. چهار دفعه پشت سر. بعد موضعتون رو روشن بکنیم ببینیم کی بعد. شما به من نزدیکترین مردم. ایشون المپیکیه دیگه. از شوخی گذشته، حالا این بخشش خیلی ساده است که میتونیم ایشون رو ببخشیم. خب ایشون نمیدونه چیکار میکنه. ولی واقعا خب هیچ چیزی عاید ما نمیشه کسی که نمیبخشه، فقط خودمون رو زندانی میکنیم. درسته. آندره جان، من خیلی بیشتر از این دوست دارم که با شما حرف بزنم. یه عالمه سوال هست که بپرسم. شیرین صحبت میکنید. اومدم هیجان شما به این استودیو آوردین که اصلا من از صبح میدونستم که شما قراره مهمون ما باشین، دیگه سر از پا نمیشناختم. ولی متاسفانه وقتمون تنگه و بیشتر از این نمیتونیم. بینندگان عزیز، جای نرین، برمیگردیم. میگم خیلی خوب میشه که ما آندره جان رو همیشه داشته باشیم توی استودیومون، به خاطر اینکه انقدر شور و هیجان به اینجا آوردن که من همش من میخواستم با ایشون صحبت کنم و چقدر نکته های جالبی گفتن. و فکر کنم امروز وقتشه که اگر بینندگان عزیز شما از کسی دلگیر هستین، کینه یا انتقام یا هر چیزی که توی ذهنتون و توی زندگیتون هست، امروز وقتشه که شما هم بیاین این بخشش رو پیاده بکنین و ببخشین تا بخشوده بشین. و ببخشید اگه ما هم وقت شما رو زیاد گرفتیم. فقط خواستم یادآوری کنم که ما رو تو فیسبوک لایک بکنین، به وبسایت ما سر بزنید، فراموش نکنید ایمیل ها عکس ها رو برای ما بفرستین، ویدیوهای اگه دارین برای ما بفرستین. یادتون نره که دوستتون داریم. تا درود دیگر، بدرود، خداحافظ.